168. مجموع ضرایب استوکیومتری مواد پس از موازنه واکنش شیمیایی در کدام ردیف نادرست نوشته شده است؟ خب معادله ها رو موازنه میکنیم، جمع ضریبا رو ببینیم کجا نادرسته. قسمت اول، برای موازنه این واکنش از کربن استفاده میکنم، C4H6 کربن 3 به CO2 ضریب 3 میدم، هیدروژن 8 پس H2O ضریب 4 میگیرن که این هیدروژن بشه 8 تا تعدادش، اکسیژن رو موازنه میکنم 4 تا اکسیژن 3 دو تا 6 تا جمعش میشه 10، اینجا ضریب 5 بهش میدم که اکسیژن موازنه بشه، جمع ضریبا رو میشمارم 1 و 5 6 6 و 4 10 با 3 13، پس این درسته. قسمت 2، C2H5OH با O2، باز از کربن شروع میکنم، پس به اتانول ضریب 1 میدم، کربن باید توی CO2 ضریب 2 بگیره که موازنه بشه، هیدروژن 6 تاست به H2O ضریب 3 میدم، اکسیژن تعداد شده 7 تا، یه دونه اکسیژن اینجا دارم، پس ضریب O2 میشه 3، جمع ضریبا 1 و 3 میشه 4 با 2 6 با 3 9، پس این موردم درست بوده. قسمت 3 رو موازنه کنم، C2H2 باز از کربن شروع میکنم، این ضریب 1 میدم، CO2 ضریب 2 میگیره، هیدروژن تعدادش 2 پس تو H2O ضریب 1 خواهد داشت، اکسیژن رو چک میکنم، یه دونه اکسیژن 2 تا 4 تا جمعش میشه 5، اینجا باید 5 باشه، ضریب 5 دوم بهش میدم، چون ضریب کسری شد همه رو توی 2 ضرب میکنم، این ضریبه که دارم میشه 2، برای واکنش 3 دارم میمیسم 5 4 و 2، جمع ضریب 2 و 5 7، 7 و 4 11 با 2 میشه 13، جمع ضریبه شده 13 که اینجا 12 نوشته، پس این نادرسته، جواب گزینه 3 خواهد بود.